ادامه بنبست میان ستاد انتخاباتی عبدالله و کمیسیون مستقل انتخابات. اظهارات رئیس جمهور کرزی در مورد روبرو بودن افغانستان با یک توطئه. و ادعاهای ضد و نقیض در مورد بازپسگیری شهر تکریت عراق. خانم خدا با عرض سلام، امروز یک شنبه هشتم سرطان سال 1323 خورشیدی است که برابر می شود با 29 جون سال 2014 میلادی. پرسا ابراهیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ستاد عبدالله می گوید کمیسیون مستقل انتخابات به خواستهای آنان جواب رد داده است. رئیس ستاد انتخاباتی عبدالله ضمن بیان این موضوع یک بار دیگر تمام کارکردهای کمیسیون‌های انتخاباتی را غیر قانونی می‌داند و عواقب این ردگویی را به دوش خود آنها می‌اندازد. اما ستاد اشرف غنی احمدزی بر اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات در زمان معین آن تاکید دارد. فرهناز فروتن گزارش می‌دهد. و سرانجام کمیسیون پاسخ خواستهای عبدالله را فرستاد، اما با زبان رد. کمیسیون مستقل انتخابات به ستاد عبدالله گفته است که خواستهایشان پذیرفته نمی شود. دیشب ما نامه را از جانب کمیسیون انتخابات دریافت نمودیم که در آن کمیسیون انتخابات همه خواسته های تیم ما را رد نمودند و به آن جواب منفی دادند. ستاد عبدالله دلیل این کار را همدستی گسترده کمیسیون در تقلب انتخابات می داند. در نن نوروسته دوی ټول کړنه زمونږ د ټیم لپاره قانونیت هم نه لري، د منلو وړ هم نه دي. نو هر هغه عواقب چې د دینه منځته راځي د دې مسؤلیت په خاص ډول سره د انتخاباتو د کمیسیون په غاړه دی. تناقضی از کمیسیون تا ستاد عبدالله روز شنبه کمیسیون مستقل انتخابات بر رسانه ها گفت خواستهای این نامزد را پذیرفته و دوباره باید وارد روند شود. هیچ بهانه دیگه موجود نیست، هر چی زودتر باید تیم جناب دکتر صاحب عبدالله به روند دموکراتیک انتخابات بپیونده و مطابق با اصول رفتار که امضا کردن از روند حمایت کنه و تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات احترام داشته باشه. و در این سوی معادله ستاد اشرف غنی احمدزی خواهان اعلام بیدرنگ نتیجه ابتدایی انتخابات در زمان تعیین شده قانونی است. موضوع تقویم یک موضوع بسیار مهم است. بعضی که موضوع اعلان نتایج ابتدایی است، بعد از او باز موضوع شکایت است، بعد از او نتایج نهایی. پس یک منطقه در این تقسیم اوقات وجود داره که اگر ما زیرپا بذاریم، هم قانون زیرپا میذاریم، هم منطقه تسلسلش از بین میبریم و مشکلات به وجود میاره. و خود زیرپا گذاشتن اصول و قوانین انتخاباتی انتخابات به چالش میکشند و اثرات جانبیش بسیار مهم است. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است مصمم به اعلان نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری است و این کار را به تاریخ 11 سرطان انجام خواهد داد. رئیس جمهور کرزی نیز اظهار داشته که تلاش می کند تا در پنجم عید فطر قدرت سیاسی انتقال یابد. حالا با التهاب شدیدی که سوی دیگر معادله برداشته است، این نتیجه اعلام خواهد شد. سازمان ملل متحد از نهادهای انتخاباتی می خواهد رای تقلبی را از رای پاک مردم افغانستان جدا سازد. این سازمان بر ادامه تلاشهایش برای پیوستن دکتر عبدالله بر روند انتخابات تاکید ورزیده می گوید در صورتی که اسناد و شواهدی که ثابت بسازد فردی به تقلب دست زده است، باید از طریق مراجع قانونی دولت افغانستان بررسی شود. احمد فرشاد صالح گزارش می دهد. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان بر ادامه حمایتش از روند انتخابات تاکید می کند. این نهاد می گوید نقش حمایتی و مشوردهیش را برای یک انتخابات سالم در افغانستان ادامه خواهد داد. سخنگوی یونما در افغانستان این بار به گونی جدی از کمیسیون های انتخاباتی می خواهد که باید با مردم افغانستان حساب ده باشند و با مردم سالاری در این کشور احترام بگذارند. آرای پاک مردم از اوراق تقلبی جعلی جدا بسازه
تایی که کیفیت و اعتبار پروسه انتخابات بلند بره. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی از سازمان ملل متحد خواسته بود برای ثابت ساختن منبع نوارهای صوتی و صحت آن که از سوی ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله منتشر شده است آنان را یاری رسانند. اما این نهاد تأکید می‌ورزد که برای بررسی نوارهای صوتی باید مطابق قانون اساسی افغانستان از سوی نهادهای مسئول پیگیری و بررسی شود. این مدارک و اسناد باید از طریق مراجع زیربط قانونی تا طبق قانون افغانستان بهش بررسی صورت بگیره و تحقیق شود. پس از آن که عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری همکاریش را با کمیسیون‌های انتخاباتی به حالت تعلیق درآورد، امیدها بر این بود که سازمان ملل متحد نقش میانجیگر را در این میان بازی کند. سرانجام این سازمان توانست در دوم سرطان زمینه را برای گفتگوها میان عبدالله عبدالله و کمیسیون انتخابات فراهم کند. ظاهرا تا اکنون این نشست هم نتیجه مثبت را در پی نداشته است. تیفان هاد ناظر در انتخابات جریان تنش‌های انتخاباتی را دال بر نبود اراده قوی و استفاده نکردن از صلاحیت‌های قانونی نهادهای مربوطه می‌داند. در همین حال فیفا می‌گوید دو بازیگر انتخاباتی باید منافع ملی را نسبت به منافع شخصی خود برتری دهند تا فضای بی‌اعتمادی از بین برود. مریم حیدری گزارش می‌دهد. با آنکه مطابق با قانون هر کشور تنها یک رئیس جمهور دارد، اما گویا در افغانستان این چنین نیست و هیچ یک از طرفین حاضر به عقب نشینی نمی باشد. از یک سو تیم اصلاحات و همگرایی با گذشت هر روز دست به افشاگری های تازه می زند و از تقلب های گسترده در دومین دور انتخابات سخن